ایران در رتبه دوم از نظر آمار اعدام. عفو بین‌الملل میگوید حکومت این مجازات را به عنوان سلاح سیاسی به کار میگیرد. سقوط بیشتر ایران در جدول رتبه بندی آزادی رسانه ها. گزارشگران بدون مرز افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران خواند. و گزارشی از خودکشی پناهجویان افغان در اندونزی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. سازمان عفو بین‌الملل میگوید ایران در سال گذشته میلادی به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را داشته. به گفته این نهاد، مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به عنوان سلاح سرکوب سیاسی علیه مخالفت و اعتراض و همینطور اقلیت‌های قومی استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. اوایل تابستان پارسال هشتک اعدام نکنید ترند جهانی اول توییتر شد. میلیون ها توییت و ریتوییت در اعتراض به حکم اعدام سه جوان که در ارتباط با اعتراضات آبان سال 98 بازداشت شده بودند. سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی. در نهایت حکم اعدام آنها لغو شد. حالا سازمان عفو بین‌الملل میگوید ایران با اجرای دست کم 246 حکم اعدام در سال گذشته به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده و رتبه دوم را بعد از چین دارد. آمار ثبت شده اعدام در جهان در سال 2020 بدون چین 483 نفر است که نسبت به سال قبل از آن 26% کاهش یافته. دولت چین آمار اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند، اما عفو بین‌الملل می‌گوید که احتمالاً هر سال هزاران نفر در این کشور اعدام می‌شوند. پس از ایران به ترتیب کشورهای مصر با 107 اعدام، عراق با 45 اعدام و عربستان با 27 اعدام در صدر جدول هستند. نزدیک به 90% اعدام‌های ثبت شده در خاورمیانه اتفاق افتاده. استفاده از مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از جرایم در ایران صورت گرفته و عموماً احکام اعدام پس از دادرسی‌های به غایت غیر منصفانه بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و در حالی که بسیاری از محکومین بر بیگناهیشون اصرار داشتن به اجرا در اومده. ایران تنها کشوری بوده در سال گذشته که افراد رو به خاطر جرایمی که در زمان وقوعش زیر 18 سال سن داشتن، یعنی کودک بودن، اعدام کرده. اعدام‌های ثبت شده در ایران در 10 سال گذشته توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که آمار اعدام در سال‌های اخیر پایین آمده. این رقم در سال 2010 بالای 250 نفر بود و 5 سال بعد به 977 نفر رسید. در سال 2016 بیش از 560 نفر و 2017 بالای 500 نفر. با فشارهای بین‌المللی و کمپین‌های گسترده فعالان حقوق بشر و مخالفان اعدام در پاییز 2017 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اجرایی شد و همین باعث شد در سال بعد تعداد اعدام‌های ثبت شده نصف شود. این توییت امروز سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام در ایران است. مقام‌های ایران در یک دهه گذشته دست کم 4385 انسان را پس از دادرسی‌های ناعادلانه اعدام کردند. تعداد واقعی قطعاً بالاتر است. عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان سالهای اخیر در ایران پرداخته. از جمله روند محاکمه نوید افکاری را به شدت ناعادلانه توصیف کرده و میگوید در پرونده او از زمان بازداشت تا زمان اعدام موارد متعددی از نقض حقوق بشر دیده می شود. در بخشی دیگر از گزارش عفو بین‌الملل مثال‌های آمده از جمله اعدام روح الله زم و گفته شده که روند دادرسی او هم به شدت ناعادلانه بوده. آمار ثبت شده نشان می‌دهد علی‌رغم پایین آمدن قابل توجه اعدام در کل جهان، در سال گذشته آمار اعدام در جمهوری اسلامی همچنان بالاست و تغییر چندانی نکرده. از سوی دیگر چشم‌اندازی هم برای اینکه ایران به کشورهای لغو مجازات اعدام بپیوندد دیده نمی‌شود. مریم افشنگ، BBC. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین برآوردش از وضعیت آزادی رسانه های جهان گفته روزنامه نگاری در بیش از 130 کشور به طور کامل یا نسبی محدود شده است. در این رده بندی در میان 180 کشور ایران با یک پله سقوط در رتبه 174 قرار گرفته. افغانستان هم در رده 122 است. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. دوران سیاه کرونا
شیوع ویروس کرونا بسیاری را در جهان به کام مرگ کشانده. خیلی از کسب و کارها را تعطیل کرده و حالا به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بهانه‌ای شده برای مانع تراشی بیشتر برای چشم و گوش مردم. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارشش وضعیت آزادی رسانه‌ها را در 180 کشور دنیا بررسی کرده. این سازمان میگه روزنامه‌نگاری در بیش از 130 کشور دنیا به طور کامل یا نسبی مختل شده. این وضعیت به ویژه در سال گذشته با همگیری کرونا و جهانگیر شدنش نشانگر آن است که در بسیاری از این کشورها عملاً اطلاع رسانی و اخبار روز در با موانعی روبروان و عملاً مسدود شده. همینطور که در این نقشه میبینید کشورهای جهان بر اساس وضعیت آزادی رسانه ها دستبندی شدند. رنگ سیاه به معنی وضعیت دشواره، رنگ قرمز یعنی وضعیت خیلی بده و رنگ نارنجی یعنی وضعیت نامطلوبه. همونطور که میبینید در این دستبندی ایران به رنگ سیاه و کشور افغانستان به رنگ قرمز نمایش داده شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال 2021 میلادی میگه که نروژ در مقام نخست قرار داره، اون هم برای پنجمین سال پیاپی. بعد از اون فنلاند و سوئد قرار دارن. این سازمان میگه که در این زمینه افغانستان در رتبه 122 قرار داره و کشور ایران با یک پله سقوط در مقایسه با سال قبل در رتبه 174 قرار داره، یعنی 6 رتبه مونده به قره جدول. سازمان گزارشگران بدون مرز حدود 2 دهه است که سالانه ردبندی آزادی رسانه ها را منتشر می کند. ایران همیشه در ردیف 10 کشور آخر دنیا بوده. ما به آمارمون بسیار اطمینان داریم و به هیچ وجه با این مسائل عرض شود خدمتون به خاطر جلوگیری از تشویش از خانه عمومی کوتاه نخواهیم بود. نمونه ای از اصرار مقام های ایران به درست بودن آمار و ارقام مبتلایان و جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در کشور. اما منتقدان و در بعضی موارد مقام های ایران هم آمار رسمی را زیر سوال می برند و می گویند آمار واقعی بسیار بالاتر است. نکته ای که سازمان گزارشگران بدون مرز هم بر آن انگشت گذاشته. ما از اون اولین روزی این نهاد میگوید مقام های حکومتی ایران سعی در مهار اطلاعات در زمینه آمار مبتلاها و کشته ها بر اثر ابتلا به کرونا کرده اند و به این بهانه تهدید، احضار، بازداشت و محکوم کردن روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران را افزایش داده اند. به پاس فداکاری و کارگردهای افغانستان از نظر آزادی رسانه ها از ایران وضع بهتری دارد، اما این کشور همچنان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است. ما تنها در سال 1399 16 کارمند رسانه و خبرنگار متاسفانه شاهدش بودیم که اونا کشته شدند. بیشتر از 100 مورد خشونت بالای رسانه ها انجام شده و کارمندان رسانه‌ای. البته سنگ اندازی در مقابل فعالیت رسانه ها محدود به ایران و افغانستان نیست. در کشورهایی مثل روسیه که در رتبه 150 جدول قرار دارد یا چین که در ردیف 177 جا خوش کرده، دستگاه سرکوب به شکل های مختلف به کار خود ادامه می دهد. دنیا این روزها درگیر مقابله با کرونا است. واکسن های مختلف یکی یکی به بازار می آیند و مردم واکسینه می شوند. اما سال هاست که ویروس اطلاعات نادرست در کشورهای مختلف جولان می دهد. ویروسی که واکسنش آزادی فعالیت رسانه های حرفه ایست. فیروزه اکبریان، بی بی سی. در ماه‌ها و روزهای اخیر عده‌ای از زنان ایرانی تجربه خود از آزار جنسی را بیان کردند و توجه به آموزش و آگاهی رسانی در این زمینه بیشتر شده. در رابطه جنسی مهمترین اصل رضایت فرد است و نه یعنی نه. رابطه جنسی بدون رضایت تجاوز و هر گونه رفتار یا گفتار جنسی بدون رضایت تعرض یا آزار جنسی به حساب می‌آید. پرهام قبادی در این گزارش توضیح می‌دهد که معنای رضایت چیست. کسی خونه نیست؟ وقتی کسی جواب نمیده، وارد خونه مردم نمیشین، درسته؟ سکس هم همینطوره. نیاز به اجازه و رضایت طرف مقابل داریم، وگرنه تجاوزه. وقتی اسم تجاوز میاد، اکثر آدما یاد سکس به زور و با خشونت میافتن. خب درسته، اون تجاوزه، ولی فقط این نیست. هر عمل جنسی بدون اجازه و رضایت، تعرض یا تجاوز به حساب میاد. اما چطور میشه از رضایت کسی مطمئن شد؟ اجازه میتونه کلامی یا با زبان بدن باشه. کلامی خیلی راحته. بپرسین. به خصوص وقتی مطمئن نیستین.
مثل رقص میمونه. هیچ وقت تو مهمونی یهو دست یکی رو نمیگیرین و بکشین تا باهاتون برقصه. اول میپرسین، دعوتش میکنین و اگه قبول کنه هم به اون خوش میگذره و هم به شما. اگه میگه نه، نه یعنی نه. گیر ندین. هیچ کس از آدم کنه خوشش نمیاد. در ضمن برخلاف اون ضرب المثل معروف، سکوت به معنای رضایت نیست. اجازه غیر کلامی هم میتونه باشه. دوباره مثل رقص. دارین با هم میرقصین یا اون منقبض سر جاش وایساده و شما دارین بالا پایین میپرین. در ضمن باید یادمون باشه آدما ممکنه نظرشون عوض شه. ممکنه کسی قبول کنه با ما برقصه و بعد از دو تا غیر نظرش عوض بشه. برخلاف اصطلاح شطرنج بازها، دست به مهره بازی نیست. حتی رضایت دادن به بغل کردن یا بوسیدن به معنای موافقت با سکس نیستش. و واضحه کسی که قش کرده یا مثلا زیاد مشروب خورده و حالش خوب نیست باهاش نمیرقصیم، چون حواسش سر جاش نیست که بتونه رضایت بده. حالا چه چیزهایی رضایت نیستن؟ دامن کوتاه و لباس باز پوشیدن؟ نه. بغل کردن، بوسیدن و توی یه تخت بودن حتی باز هم رضایت نیست. و حتی ازدواج، همسر کسی بودن به معنای رضایت برای سکس همیشه و همه جا نیست. پس تکلیف تمکین چی میشه؟ مگه وظیفه شرعی نیست؟ خب اینها برآمده از یک سنت مردسالار هست و یک نگاه ابزاری به زن، که زن رو فقط وسیله‌ای برای ارضای جنسی مرد میبینه و ما این نگاه رو به هر حال در فقه میبینیم و این به نظر من نگاه درستی نیست، نگاه معقولی نیست. اگه کارفرما، مدیر یا معلم هستین یا کار، درآمد، موقعیت یا آینده یه نفر به شما بستگی داره، نمیتونین از موقعیتتون برای مجبور کردن کسی برای سکس استفاده کنین. همونطور که به کسی چون کارمند شماست نمیتونین هر روز صبح بگین بیا توی اتاق شما برقصه تا حقوقش رو پرداخت کنین. رضایت با ارعاب و تهدید رضایت نیست. و سن، به بچه زیر سن قانونی سیگار نمیفروشن، اجازه رانندگی نمیدن و تو کلوب شبانه راهش نمیدن حتی اگه خودش بخواد و راضی باشه. رضایت فرد زیر سن قانونی رضایت به حساب نمیاد. پس وقتی نشنیدین یادتون باشه ناز و عشوه نیست. نه یعنی نه. سازمان ملل متحد میگوید آمار خودکشی مهاجران و پناهجویان در اندونزی غم‌انگیز است. در کمتر از 3 سال گذشته دست کم 13 نفر از مهاجران و پناهجویان در این کشور خودکشی کردند که بیشتر آنها افغان بودند. بیش از 8000 مهاجر از افغانستان در اندونزی به سر میبرند و بیشتر آنها نزدیک به 10 است که منتظرند به کشور دیگری منتقل شوند. کاوان خاموش پای صحبت عده‌ای از آنها نشسته. مراسم یاد بود برای آنها که عمرشان مثل این شمع‌ها کوتاه بود، آوارگانی که خودکشی کردند. امروز این معترضان در اقدام نمادین کفن بدوش از سازمان ملل می‌خواهند به دادشان برسد. هزاران مهاجری که می‌گویند زندگی در اندونزی بدتر از سردرگمی در برزخ است، مثل این خانواده 5 نفری که صبرشان به سر رسیده. یکی از نزدیکترین دوستانشان چند ماه پیش به زندگی خود پایان داد، اتفاقی که برای آنها ویرانگر بوده. بیشتر فکر و ذکرش پیش مادرش بود که مثلا ما یک روزی برم خارج بتونم مادرم رو ساپورت کنم، مادرم رو ببینم یا مادرم بیارم پیش خودم، برای خودم آینده‌ای بسازم، فرزند داشته باشم. علی جویا 26 سال داشت و برای نجات جان خود افغانستان را ترک کرده بود، ولی پس از 7 سال انتظار خودش به زندگی خود پایان داد در اندونزی، جایی که نمی توانست سفر کند، نه کار نه تحصیل. بسیاری از مهاجران افغان حدود 10 است که منتظرند به کشور سوم منتقل شوند. برخی حتی 1/3 عمرشان در اینجا در انتظار سپری شده، ولی روزنه برای بیرون شدن از این بی سرنوشتی دیده نمی شود. اداره امور پناهندگان سازمان ملل میگوید آمار خودکشی غم‌انگیز است، ولی تا زمانی که کشورهای مهاجرپذیر آنها را نپذیرند کار زیادی از دست این سازمان ساخته نیست. شنیدن این پاسخ برای آنها که سالهای زندگیشان در انتظار گذشته چندان دلگرم کننده نیست. موسا سزاوار خبرنگار در پی تهدیدها افغانستان را ترک کرد. شبی که سفر میکرد همسرش باردار بود، 8 سال پیش. در تمام این سالها بزرگ شدن پسرش را از این صفحه دید. نه منتازه این سال مورم. قد و قامت او یادآور سالهای جدایی آنهاست.
امروز همسرش به او زنگ زده که بگوید پسر بزرگتر شاید مکتب را ترک و به جای آن کار کند. شنیدن آن برای موسی که برای آینده فرزندانش افغانستان را ترک کرد آسان نیست. از ما اصلا بدتر از زندان است. یعنی در یک بی سرنوشتی، در یک سردرگمی قرار داریم. سالهایی که از خانه دور بودم، بدترین روزهای زندگیم، بدترین روزهای عمرم را سپری کردم. من پسرم 8 سالش، 8 سال و 2 ماه شده، من هنوز ندیدمش. مقام ها در اندونزی میگویند روند پذیرش پناهجویان و مهاجران از سوی کشورهای مهاجرپذیر کند شده. خیلی ها برای همین در اندونزی گیر کردند. هزاران نفر مثل خانواده قلندری که هیچ کاری از دستشان ساخته نیست جز این که روزهای ناتمام انتظار را بشمارند تا رهایی از این برزخ. کاون خموش، بی بی سی. در استرالیا با وجود حضور 10,000 ایرانی به ندرت نمایشگاه بزرگی از هنر ایران برگزار می شود. امسال اما همزمان با نوروز موزه پاورهاس در سیدنی نمایشگاهی از هنر ایران برپا کرده که رسانه های استرالیا هم از آن استقبال کردند. بسیاری از اشیاء این نمایشگاه در گذشته هیچگاه در دید عموم قرار نگرفتند. پژمان اکبرزاده نگاهی داشته به این نمایشگاه. همزمان با آغاز سال نو ایرانی، موزه علوم و هنرهای کاربردی سیدنی، پاورهاوس، بیش از 100 نمونه از آثار ایرانی را برای نخستین بار از گنجینه خود بیرون آورده، برای ارائه در نمایشگاهی با عنوان ایران زمین. بیشتر اشیاءمون متعلق به دوران قاجار هستن، به خصوص دوران ناصری، حکومت ناصرالدین شاه، که یکی از بزرگترین حامیان هنر و معماری دوران قاجار بوده. تقریبا قدیمی ترین شی در این رده بشقابی هستش که ناصرالدین شاه سفارش داده در چین ساخته شده با نقوش و تکنیک هنر چین، اما در بالای بشقاب به خط فارسی شکست نستعلیق اسم ناصرالدین شاه به تاریخ 1297 قمری نوشته شده. گرچه پیشینه آثار ایرانی در موزه پاورهاوس از دوره هخامنشی آغاز می شود، گردانندگان موزه کارهایی را برای نمایشگاه برگزیدند که به گفته آنها بازدید کنندگان بتوانند از جنبه زندگی امروزی نیز با آنها پیوندی برقرار کنند. به ویژه ظروف، اسلحه، نشانهای اعتقادی و فرش. کهن‌ترین نمونه ما سرامیکی از حدود سال 1300 میلادی است، با لعابی از طلا که با آبی لاجوردی خوشنویسی شده. نمونه درخشان از هنر سرامیک خوشنویسی ایران در دوره ایلخانی. پیشینه موزه پاورهاوس به سال 1879 میلادی باز می‌گردد و از همان زمان تعدادی از نهادهای دولتی و خصوصی استرالیا آثاری که از ایران در اختیار داشتند را به این موزه اهدا کردند. یکی از این آثار پرچم زردوزی شده ای ایران است که در سال 1920 از سوی دولت ایران به این کشور اهدا شده. در نمایشگاه به گونه ای من این پرچم رو به کار بردم که بار فرهنگی اجتماعی تاریخی داره، تا اینکه پرچم رسمی ایران تا سال 1979 باشه. ما نمایشگاهمون تا اینجا دوران قاجار هست و آثار دوران ناصری رو میبینیم. لیتوگراف 1001 شب که برای ناصرالدین شاه اولین بار در ایران پرینت شده، اسکناس و سکه های دوران ناصری و بخش بعد از این پرچم دوران پهلوی اول و پهلوی دوم هست. موزه پاورهاوس یک سلسله سخنرانی درباره شناخت هنر ایران در استرالیا و همچنین برگزاری آیین‌های نوروزی را نیز در کنار نمایشگاه ایران زمین سازماندهی کرده است. پژمان اکبرزاده، سیدنی. که موسیقی دستگاهی ایران نقش مهمی در روزهای پیروزی انقلاب و بعد از آن داشت، اما با استقرار حکومت جمهوری اسلامی تقریباً به مدت 10 دهه فعالیت‌های موسیقی متوقف شد. فرج بالفکن فضای آن سالها و تلاش موسیقیدانان را برای بقای هنری خود بازخوانی کرده است.
موسیقی دستگاهی ایران در فضای انقلابی آن ایام چهار مضراب اعتراض ها بود. دو گروه عارف و شیدا در کانون فرهنگ چاوش هم مصداق بارز این سخنند. با این همه رهبر حکومت اسلامی به محض تحکیم ارکان حکومتش موسیقی را حذف و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرد. بسیاری جلای وطن کردند، بسیاری منفعل شدند و بسیاری هم خودآگاه یا ناخودآگاه هسته مقاومت تشکیل دادند. بعد از انقلاب یعنی دستم دست و دلم به کار نمی رفت تا اینکه آقای نجفی آمد سراغم برای ساختن موسیقی سربداران. ابتدا راحت قبول نمی کردم برای اینکه خب یه خورده از چند نظر گلمن بودم، چون کار دانشگاهی میکردم تعطیل شده بود، دانشگاه دیگه نبود، در کلاسی نبود که برم درس بدم، سر ارکستر بودم که با ارکستر کار میکردم، دیگه ارکستری وجود نداشت که برم باش کار بکنم، خونه نشین شده بودم و آدمی بودم که عادت به خانه نشینی هم نداشتم حقیقتش. قیام علیه استیلای مغولان قصه سربداران بود در ابتدای دهه 60، اما همزاد پنداری آهنگساز با زمانه داستان منجر به خلق یکی از بهترین آثار موسیقی ایران شد. من آمدم دیدم که بهترین کار اینه که از یک تکنیک دهان بسته استفاده بکنم، یعنی موسیقی رو اینجوری شروع کنن. نمیتونم حرف بزنم. من انگار اصلا من چی نمیگم. همزمان تلاش موسیقیدانان برای دریافت مجوز انتشار نوارهای موسیقی ادامه داشت. حکومت هم که نیاز مبرم به بسیج نیرو برای جبهه ها داشت، سرانجام تم به صدور مجوز داد، اما به شرط ها و شروط ها. گفتند که چهار مضراب که باید حذف بشه، نباید بشه، چون که ریتم تندی داره و یه ذره پرتحرک. رنگ هم که خب شادی آفرینه نباید باشه، اونم هست. چی موند ازش؟ یه پیش درآمد، یک تصنیف و ساز آواز. چه بر سر فرم اصیل موسیقی ایران آمد که سرآغازش پیش درآمد بود، با ساز و آواز به عرش می رفت و با تصنیف و رنگ فرح بخش و طربناک می شد. خوب یا بدش رو من نمیخوام قضاوت بکنم، ولی اون فرمت اصلی موسیقی سنتی رو از دست داد به طور کامل. ولی در یک مورد و یک شخصیت توی موسیقی ما، استاد شجریان، حتی آخرین کنسرتی هم که من از ایشون دیدم چند سال پیش در خارج از ایران، همون فرمت حفظ شده بود. چه ها که بر سر ما کس نزد آهی، به مردمی به مردمی که جهان سخت ناجوان مرد است. حکایت شب‌های تار موسیقی ایران از ناله بم و زیرام پیداست، اما جوش و خروشی هم دارد که شکننده سد محدودیت هاست. الانسانو حریص و الا ما منع. آدم رو از هر چی من کردی بیشتر حریص میشه. گویا این دور بودن اجتماع ما از موسیقی باعث شده که مردم بسیار حریص بشن نسبت به موسیقی. من تقریبا کمتر خانواده‌ای رو میشناسم که بچه هاشون حداقل به یک کلاس موسیقی تار، ستار، ویولون، پیانو، گیتار و غیره نره.
کلاس‌های موسیقی در شهر تهران بیداد میکنه. یعنی اینقدر کلاس موسیقی است که گاهی آدم سرگیجه میگیره که واقعا چقدر مگه ما موسیقی دوست داریم که این کلاس‌ها بتونن همشون کار بکنن و درآمد داشته باشن. مثال روشنش هم ریتم صلحی است که به همت فربود یداللهی استاد تنبک نوازی ایران حالا سراسری شده. فرج بادفکن، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.